خب ما قاسم ها بیاریم. قاسم من خیلی دوست دارم. سلام چطور؟ سلام خوبی؟ مرسی. آقا من خیلی وقتتو نمیگیرم. این در مورد مجاهدین که گفتی دستاورد داشتن، من نمیدونم چه دستاوردی داشتن. حالا قبلش یه سوال داشتم، این مارتین لوتر رو میگن که جهنم رو خریده بوده، واقعیت داره؟ یعنی مدرکی در این مورد هست؟ اینو من آره، این داستانش درسته که رفت منطقش این بود که رفت همه جهنم رو خرید که بگه کسی دیگه تو فکر کنم. ببین من خیلی این داستان رو شنیدم، اگه این داستان دروغه یکی به من بگه. بر اساس اون چیزی که من میدونم این که بله، این داستان واقعیت داره. البته من ممکنه دارم اشتباه میکنم، ولی این داستان رو انقدر شنیدم که جالب اگه دروغه این داستان. البته جالب هم بود. الان من تو صحبت های فکر میکنم استاد مشیری بود شنیدم، برای مجاهدین هم فکر میکنم یه آقای وفا یکمایی توی شبکه رادیو مانی زیاد میان صحبت میکنن. ایشون قبلا عضو مجاهدین بودن، یک گرایش شدید مذهبی داشتن، بعد سرشون بسن خورد اومدن بیرون و الان هم علیهشون فعالیت میکنن. فکر کنم اگه بخوایم در مورد مجاهدین صحبت کنیم، آقای وفا یغمایی شاعر هستن، اسماعیل وفا یغمایی. آها آها، حالا با بابک اینا هم این کنیم. آره دعوت کنیمشون خیلی خوب میشه. عالی عالی، چقدر پیشنهاد خوبی. اگه میشه به بابک اینو پیشنهاد بدین. آره عالی میشه این، من خیلی دوست دارم کار بکنم. من چون خیلی برام همین مجاهدین خلق به نظرم خیلی گروه خطرناکیه، دوست ندارم بیام. میخوام بیام با مدرک و با مهمانانی که مثلا تجربه دارن، تو گروه بودن دیگه نیستن، یا حتی خود طرفدارانشون هم بیشتر بیاریم که بیایم باهاشون مناظره کنیم، که کسایی که آشنایی ندارن یه مقدار ما، یعنی ببین ما نه این فقط بگیم که اینا بدن بدن بدن، بیایم بگیم بدن به این دلیل و به و هنوزم بدن. نمیدونم ازم چه، یعنی من خودم خیلی به نظرم یه گروهی که قبلا بد بود ولی الان دیگه بد نیست میشه باش کار کرد. خب و حتی یک شخص که قبلا بد بود الان دیگه بد نیست، ولی اولین شرط اینکه یه کسی دیگه بد نیست اینه که بیاد حداقل بگه که قبلا بد بوده و قبول کنه که این کارا اشتباه بوده، و یه جوری هم بتونه بیاد اثبات بکنه که، یعنی فقط ادعا نکنه که بیاد بگه دیگه این نیست، بیاد بتونه اثبات بکنه که دیگه این نیست. یعنی من اینجوری نیست که بگم گناه های گذشته رو قابل بخشش نیستن، خب، ولی یه گروهی که حتی میاد هنوزم دروغ میگه درباره اتفاقاتی که قبلا افتاده، خب این گروه معنیش اینه که هنوزم همونه، یعنی که اگه همونم نیست یه موجود شر دیگه هست. خب دقیقاً همونه، اصلا فرق نکرده. نه اینا هنوزم گرایش شدید مذهبی دارن، هنوزم علی براشون خداست. مثلا واقعا تا وقتی که محاکمه نشن بابت جنایتی که کردن، هر چقدر بگم ما خوب این فلانی، اصلا قابل اعتماد نیست. یعنی اولین شرط تغییر اینه که بیان بابت کاری که کردن محاکمه بشن. بعدم من فکر میکنم اصلا مهمترین چیز، اتفاق خوبه که در موردشون صحبت کنیم، در مورد کسایی که حالا شر هستن در کل معنی شر. مثلا یکی از کارهایی که حالا فکر میکنم من شاه میتونست بکنه این بود که اصلا کتابای خمینی رو بیا چاپ کنه مجانی، به هر ایرانی یه دونه بده، یا اصلا بیا تو تلویزیون یا رادیو مثلا در مورد افکار خمینی صحبت کنه. خیلی از افراد شاید نظرشون عوض میشد اگه مثلا میدونستن اولین مخالفت شاه با خمینی باشه در مورد حق رأی زنا بود دیگه. کسایی که شعار میدادن استقلال آزادی، دیگه آزادی بودید، یعنی با حق رأی زنان واقعا مخالف چی داره دیگه، منافات داره. اتفاقا خیلی جالبه این حرف قاسم، برای اینکه یکی از دلایلی که اگه این رپورت درست باشه که شاه میخواستش که خمینی بره پاریس، خب این بود که فکر میکرد که این جورنالیست های خارجی یا غربی بیان باهاش صحبت، گفت این یه آدم مذهبی احمقه، بیان باهاش صحبت کنن که ببینن این چیه حرفش، که بیاد یعنی مردم ببینن که خمینی که الان مثلا یه مقدار طرفدار پیدا کرده تو عصر مثلا عصر مندلا و گاندی و اینا، خمینی رو داشتن میکردن مثل گاندی و اینجور چیزا. خب گفتم خب بیاین بریم باهاش صحبت بکنیم که ببینیم که این کیه واقعا، که شما حالتون بشه دیگه. دروغ گفت و نگفت هیچ کدوم، و خمینی زرنگ بازی کرد اصلا، نه اسم نگفت اصلا، میدونست، یعنی اینش خیلی زرنگ بود، نگفت خودش میدونست بگه چی میشه.
آره یعنی همش حرف دموکراسی و مردم بیان حکومت بکنن و ضد استبداد و ضد دیکتاتوری، حرفای همون حرفایی زد که این ژورنالیستای خارجی دوست داشتن بشنون که اینو بکنن یه قهرمان جنبش یعنی دموکراتیکیه که بگن آره دموکراسی اصل دیکتاتورها داره تموم میشه، تو ایران هم باید همین اتفاق بیفته. ولی این کارش واقعا یعنی اینکه خودش رو سانسور کرد خمینی، این کارش زرنگ بازی بود. یعنی کاش خدعه کردم. آها گفت خودش هم اینو گفت که این کارو کرد. آره دیگه خودش هم گفت خدعه کردم دیگه. گفتم گفت آنا حالات نازنین داره میگه توی لایو چت، میگه شاه مجوز چاپ کتاباشو داد جامعه استقبال نکرد. من میگم اصلا میاد میام تو رادیو صحبت میکردم در موردش. آره نه ببین شاه هم از عمو کتاب میفرسته، شاه هم از عمو مجوزش داد برای اینکه انقدر این کتابش افتضاح، یعنی هر کسی اگه میخوند واقعا وحشت، یعنی اگه ببین خمینی کاری رو که میخواست بکنه مخفی نبود. خب این که میخواست ولایت فقیه بیاره و یعنی از همون اولش عقادش این بود، ولی کسی نمیدونست. خب این شاه هم میگفت بریم بخونه بریم کتابشو بریم ببین، حتی البته فکر کنم حتما خیلی بد نوشته بود، برای اینکه حتی طرفداراش هم خیلی کتابشو خوششون نیومد، یعنی خودشو به عنوان کاریزماتیک و اینا خیلی دوست داشتن و دنبالش میکردن و سخنرانیاشو گوش میکردن، ولی کتابش حتی بین طرفداراش هم خیلی جذاب نبود قبل از انقلاب. بعد از انقلاب دیگه اومدن کتابشو کردن مثلا ولایت فقیه رو کردن قانون اساسی و این چیزا. نمیدونم چرا خیلی خیلی طرفدار نداشت کتابش. اون کتاباش هم میخواید مثلا اون کتاب یه چیزی نوشته بود در جواب کسروی بود فکر کنم که بعد کتاب شیعه‌گریش رو نوشته بود، اینم خمینی یه جوابی به اون داده بود اونجا مورد بود فکر کنم بحث ولایت فقیه رو. اصلا حرفاشون میگم لازم نبود کسی خیلی فکر کنن که از رو میخون معلوم بود، فقط کافی بود حکم تفخیز رو بیارن بولدش کنن توی جامعه. آقا یه آدم همچین نظری داره در مورد کودک شیرخواره، کودک نمی طفل شیرخواره مثلا همچین نظری داره، یه آدم مخالف حقرایی زنانه. نمیدونم حالا بالاخره به نظر من آره یه چیزی هم که از زنانی که تو انقلاب شرکت کردن اون موقع نمیدونستن این بود، همین حرف توه. اصل مهمترین چیزی که اصلا این آخوندا رو باعث شد که ببین همه شاه اصلا شاه بر اساس این حرفش هم این فکر شاه هم خیلی غیر منطقی نبود، برای اینکه ملاها طرف سلطنت بودن علیه کمونیستا. خب یعنی تاریخ ملاها این بود. خب و یعنی اون مشکل اولیه‌ای که این ملاها داشتن با شاه از همین حقوق زنان شروع شد. خب یعنی این که این ملاها یه دفعه شدن ضد شاه و ضد سلطنت سر این بود که دوست ندارن داره شاه به زنان حقوق میده، یعنی اصلا سر دموکراسی و سر ضد دیکتاتوری و ضد هیچ چیزی ضد حتی نفت و دخالت آمریکا و اینا هم نبود. خب یعنی یه مقدار یه ذره این بود یه ذره اون بود، ولی اصل مطلب سر این بود که چرا شاه داره به زنان حقوق رأی و اینا چیزا میده. بزرگترین مشکلشون با شاه این بود، درسته قاسم؟ بعد انقلاب هم خب بعد از این که اون حجاب اجباری کردن یه راهپیمایی کردن زنان بدون حجاب توی تهران علیه قانون حجاب اجباری، که چند روز بعدش زنهای طرفدار نظام اومدن یک خیابون شعار میدادن یا روسری یا توسری، یعنی خودشون هم درک درستی از اصلا آزادی نداشتن. اون کسایی که شعار میدادن استقلال آزادی، یعنی اگه ازشون میپرسیدیم منظور از آزادی چیه ده نفر ده تا جواب مختلف میگرفتیم. درست. بعدم این چیزیه که مردم ما داره نمیدونم، من نظر من بیشتر اینه که حالا مشکل ما از حکومته ولی درمانش بیشتر از خود مردم باید باشه. یعنی مردم نمیدونم، حالا مثالش مثال قشنگی نیست، بعضی وقتا این مثال رو میزنم، یه نفر اگه خودش دولا بشه یه پالون هم بندازه پشتش، حالا یکی دو نفر دلش رو میسوزه رد میشه، نفر سوم میپره پشتش دیگه، فرقی نمیکنه که. حالا مردم ما هم قشنگ پالون رو انداختن پشتشون دولا شدن، حالا گیری ما آخوندا رو انداختیم کنار یکی دیگه میپره پشتمون، فرقی نمیکنه که. مردم تا وقتی عاقل نشن خودشون بلند نشن، حالا میگن آخوندا کی میره، آخوندا که خودشون نمیرن، ولی اگر همین حکومت بره یکی دیگه بهش مثل همینا. پیشنهاد درمان چیه؟ پیشنهاد درمان اصلش اینکه مطالعه کنن، یعنی درک مردم باید بره بالا. و یه مثال خیلی سادهش دیگه، مثلا هم قیمت مرغ، مثلا آقا مرغ قیمتش یه دفعه ظرف دو سه روز کلی رفت بالا،
آقا کسی که تا دیروز هفته یه بار مرغ نمیخرید رفت تو صف وایساد که مرغ بخره، در حالی که مرغ مثلا چقدر مگه تاریخ مصرف داره؟ مرغ یه هفته تو یخچال بمونه خب دیگه کسی نمیخره که، کافی بود دو روز سه روز کسی مرغ نخوره، یه هفته کسی مرغ نخوره، هفته بعد دوباره قیمت مرغ میاد بعد پایین. این چیزی نیست که خیلی شعور بالایی بخواد دیگه، آدم یه ذره اگه قاسم یه کسی درکش درست باشه میفهمه اینو. آره ولی یه کسی ممکنه بگه که حالا مطالعه هم بکنه، شما فکر میکنین که جمهوری اسلامی با ما بریم چهار تا پنج کتاب بخونیم، مثلا ماهی چهار پنج کتاب بخونیم، شما فکر میکنین جمهوری اسلامی عوض میشه با مطالعه کردن کتاب ما؟ نه، این برای دراز مدت جواب میده، بعدم یه جوری در واقع مردم میفهمن، یه جوری عاقل میشن که حالا اگر یه روزی هم این حکومت جمهوری اسلامی خواست بره برای حکومت بعدی، مردم حداقل یه خورده عقلش بیشتر کار کنه دیگه. حالا عقلش بیشتر کار بکنه درسته، ولی خب بعضی میگه حالا جمهوری اسلامی حالا عقلشون کار بکنه یا نکنه، بالاخره افتادن تو چنگ این جمهوری اسلامی، عقلشون هم کار بکنه بدون دسترسی به ایش قدرتی کاری نمیتونن بکنن. یکی این منافاتی با هم نداره. نه خب من دارم من حرف خودمو نمیذارم، من حرف مثلا کسایی رو که میدونم مدافع شیطان شده یالا. آره درست. آره یکی دیگه هم این یکی دیگه میگن که اصلا کار روشنفکری با جمهوری اسلامی تو سرکار بشه بعضی هم میگم نمیشه کرد، یعنی ما برای اینکه بتونیم درست کار روشن فکر بکنیم باید اول جمهوری اسلامی رو برداریم، اینم میگن بعضی هم. میگه اینا با هم منافاتی نداره، میتونه کار روشن فکری هم انجام بده همزمان باهاش کار مثلا براندازی هم انجام بده. قرار نیست همون کسایی که میخوان کار روشن فکری بکنن همونا بیان براندازی بکنه، این همه آدم. البته یه چیزی که میگم قاسم، خیلی انقلابای موفقی که تو طول تاریخ اتفاق افتاده خب به خاطر این نبوده که همه روشن فکر شدن، یه کسی کسایی روشن فکر شدن و بقیه افتادن دنبالشون. میدونی از چه؟ خب که بیفتن دنبالشون. ببین اون روشن فکر ها درسته خیلی حالا مثل اونا نبودن، ولی کسایی که دنبال اینا افتادن کسایی بودن که یه خورده عاقل تر بودن، مطالعه بیشتر داشتن. خب مگه نداریم اندازه کافی؟ مگه نداریم الان تو ایرانی همچی کسایی؟ داریم که؟ نه فکر نمی‌کنم بشه. بشه نداریم؟ نظر من نه، نه من نظر من اصلا نداریم، داریم ولی درصدش نسبت به اون کسایی که خب مگه درصدش چقدر؟ آره خب ببین مثلا انقلاب فرانسه هم که اتفاق افتاد مگه چند درصد کسایی که آزادی بیان و سکولاریسم و این چیزا رو می‌خواستن، مگه چند درصد کسایی که اطلاعات داشتن مطالعه بودن اهل کتاب و اینا بودن مگه چند درصد جامعه بوده؟ اتفاقا درصدشون موقع از تعداد جامعه از الان ایران هم کمتر بود. انقلاب فرانسه رو من خیلی دقیق مطالعه نکردم، ولی تو اونجایی که میدونم یک پروسه‌ای بود، اینجوری نبود که امروز انقلاب شو فردا بشه مثلا فرانسه مثلا لایک و مثلا اینجوری بود، خیلی پروسه‌ای بود که طول کشید، چند سال طول کشید. مهم اینه که مردم خودشون یک درصد نسبتا بالایی از مردم به اون درک برسن که اصلا آقا مثلا مثال میزنم همین بحث اصول ارزش‌های روشنگری که تو مثلا میگی، من اولین بار که کانال شما شنیدم و مطمئنم 99 درصد ایرانی اصلا نشنیدن تا الان. این اگه آمار بگیری من فکر نمی کنم بیشتر از 1% مردم ایران اصلا شنیده باشن ارزش روشنگری یعنی چی، یا مثلا درکی که از دموکراسی داشتم من یا آزادی بیان داشتم کاملا متفاوت بود این چیزی که الان دارم. تو این یکی دو سالی که مثلا با کانال شما آشنا شدم از خودت خیلی یاد گرفتم، برای کانال انگلیسی کلا برای مختلفش ما به آموزش اینا خیلی نیاز داریم، چون مردم یه چیزی به اسم مثلا آزادی بیان شنیدن یا حقوق بشر مثلا، اگه بگی آخر بگی حقوق بشر مثلا چیه مثلا نمیدونه که مثلا چند تا مورد هست، یه چیزی شنیده مثلا بورد مثلا بیلبورد میزنن توی خیابون مثلا حقوق بشر آمریکایی، حالا من بیلبوردش توی تهران هست مثلا حقوق شر مثلا آمریکا بشر رو بهش کم کرده مثلا حقوق شر آمریکایی، این چیزا رو ملت میبینن و این همچین برنامه‌ای هم اونقدر مخاطب نداره، یعنی مردم خودشون باید برن دنبالش، یه جوری بسته است فضا، باید مطالعه در حد زیادی باشه تا ملت حداقل بدونه اون کسی که میاد شعار میده میگه استقلال آزادی اصلا منظورش از استقلال و آزادی چی هست. خب ما یه ملت چی میخوان فقط با شعار دادن، خب یه نفر میاد یه چیز دیگه میده به خوردشون میگه من فرمای آزادی که میگفتی همین.
ببین من فکر کنم اگه بگین که مردم باید مطالعه بکنن، خب اینم میشه مثل همون چیزی که تو گفتی که مثلا آخوندا باید برن، خب نمیرن. خب تو هم همون ممکنه داری همون کارو میکنی، تو میگی مردم باید مطالعه کنن، خب نمیکنن. خب ببین مردم که مطالعه نمیکنن، خب پس چیکار کنیم؟ من میگم راه حل در دراز مدتش اینه، این دو تا پروسه متفاوته، اینکه بخواد براندازی بشه و اینکه بخواد درک مردم بالا بره، دو تا پروسه متفاوته، با هم دیگه منافاتی نداره. ببین من میگم که برای اینکه ما بگیم مردم باید مطالعه کنن که راه حل نشه. خب من به نظرم باید جذاب کنیم دونستن یک سری اطلاعاتی رو. خب من پیشنهادم اینه، میدونم چه این مثلا همین برنامه هایی که ما میذاریم و کسای دیگه میذارن، خب که مثلا بیایم مثلا یک کسی بیاد بگه که آرمین تو فلان تاریخ فلان کسا میدونی، فلان فلسفه که اینو گفت، و من میگم نمیدونم، کاش میدونستم و برم بخونم و بگم حالا دیگه میدونم. خب میدونی یعنی مثلا به هم دیگه به رخ هم دیگه بکشیم که مثلا من اینو میدونم، اینو شنیدی، تاریخ مثلا فلان مدرک فلان سند هست که اینو نشون میده، بعد من میگم نه سند تو غلطه به خاطر که اینو در نظر نگرفتی، بعد میگه فلانی اشتباه کرد، بعد من یه حرف بزنم یکی میگه آرمین فلان این حرفت مغلطه است، تو خودت میگی مغلطه نکنین، بعد این حرفت مغلطه است، یعنی اینجوری جذاب بشه که مثلا خب مردم که بخوان بیان این بحث رو دنبال کنن، یه کسی که تو لایو چت بگه خب من نمیدونم این چی داره میگه، نه اون چی میگه، من این از کجا بدونم، خب بیا دفعه بعد بپرس خب منظورت از این چی بود. خب یعنی یه مقدار همونجوری که مثلا رواج میدیم یا مد میکنیم که یه نفر مثلا چه میدونم ماشین داره یا اینکه فلان برند لباس داره، ما اگه بتونیم مثلا جذابش بکنیم که مثلا من یه کسی هم که مثلا فرق فلسفه مثلا کانت و هیگل رو میدونم، تو اینو میدونی، چه عجیب، چه جالب، چه خوب که میدونی، میدونم که خیلی توی میکشه، نه میدونم ولی مثلا این باعث فلاید و پژو رو مثلا میدونم، ولی فرق مثلا کسی که این چیزو میدونه با اونی که نمیدونه رو، ولی خود پرکتیکال هم شده دیگه، خیلی همچی کاربردی شده. مثلا شما بگی آقا من دکترای فلسفه هم دارم، میگم خب باشه ماشینت چیه؟ نه میدونم، ولی ما اگه بتونیم اینو جذاب بکنیم که مردم مثلا اینو به هم رو هم دیگه بکشن، خب این که خیلی مدینه فاضله است، اینی که تو داری میگی نه ما نه خیلی سخته. ببین توی جاتوی بک گروه های چیز هست، توی یه سری مثلا گروه های مثلا گروه های مثلا شبه هنرمندی مثل کافه ها، مثل دانشگاه ها، یه سری جای اینجوری که مثلا یه خورده جذابه براشون، ولی متاسفانه توی اون گروه ها هم اکثرا آدم ها میان برای خودنمایی. ببین حتی یه چون نفر دورش میچرخن، ولی تو کافه خیابون نه. خب بذار یه ذره بیارمش یه مقدار بیارمش پایین تر. خب یه مقدار به جای اینکه به کسایی برسیم که مثلا تأثیر عقاید مثلا یونان باستان رو روی قانون روم باستان میدونه، به جای اینکه همچین کسایی رو بخوایم، خب یه کاری بکنیم که کسایی رو داشته باشیم که لذت میبره از دیدن کسی که این چیزا رو مثلا میدونه. میدونی ازم چیه؟ خب خیلی بیارمش پایین تر، بیار پایین تر، اصلا خیلی خیلی بیاریمش پایین تر، بیار پایین تر، بگیم یه نفر لذت ببره، مثل من مثلا، من تو بورس وارد نشدم چون میدونستم اینا دارم میخوام بودجه جاری مملکت رو ببندن، یه چیز خیلی تابلوی بود و خیلی آدم مثلا فهمیده و با کمالاتی نیستم، من مطالعاتم زیادی هم ندارم، ولی آخونده رو شناختم، فقط همین میدونستم آخون جماعت چیزی که توش گول باشه رو با کسی شریک نمیشه. و وقتی اومدم بورس رو باز کردم برای مردم، خب مشخص بود میخواستن مردم کلا بزنن، خیلی از دوستای من خیلی ضرر کردن توی بورس، خیلی بگیم به احتمال زیاد هیچ وقت همین درش ساده کوچولو، همینقدر حدی که آقا مرغ گران شد نخرین، این نیاز فلسفه دینستان نیستش که، همینقدر درک داشته باشم به نظر من کافیه. خیلی خب پس یه سری منطق، آره اتفاقا درست میگی، ببین ما یه ذره تفکر نقادانه رو خب یه مقدار خیلی بیسیک، خیلی سطحی، یعنی سطح پایین، اتفاقا یاد گرفتن اینا آسونه، خیلی فلسفه خیلی پیچیده و اینجور چیزا هم نیست. خب یه مقدار شکگرایی و تفکر نقادانه رو و یه چیز دیگه و حتی اگه علمم نمیدونید، روش شناسایی این که چی علم هست چی علم نیست، یکی دیگه این و اینکه تو رسانه تحقیق، خب
اینکه یه چیزی تو میشنوین که بریم ببینین که منبعش پیدا کردن منبع اطلاعات. تشخیص منبع درست از غلط دارم. آره این هم این چیز همین کافیه. لازم نیست دانشمند باشین. آره آره میگم مثلا مردم بخوره. مثلا این لیست یه کسی رو لیست بکنه. یه کسی رو لیست بکنه این خیلی مهم شد. خب ما باید چیزی که خب من خواستم اتفاقا بهت بگم تو این برنامه‌های گفتگویی که می‌ذاری خب خیلی چیزای خوب مطرح میشه، خیلی چیزا بالاخره یاد می‌گیرن. ولی به نظرم بیا مثلا یه رو 20 دقیقه از این برنامه رو فقط بیا مونولوگ خودت صحبت کن، مثلا همون کانال انگلیسی، یه سری خبرهایی که توش یه نکته‌ای هست، یه مسئله‌ای هست که میشه یاد گرفت و بیا مثلا همینجا شیر کن، صحبت کن در موردش. مثلا فلان قانونی که فلان جا تصویب شده مثلا برخلاف مثلا فلان اصل دموکراسیه، یا همچی چیزی که به حالت آموزشی هم داشته باشه. بعدم اون تو کانال انگلیسی تو فکر کنم کلیپ های کوتاهش رو میتونی مثلا زیرنویس فارسی کنیم بذاریم اینجا. نه چون میدونی چقدر این میدونی چقدر نه که همه شو اونایی که به نظر خواهد جلو هفته یکی دوتا حد اکثر کلیپ خواهنه یکی ببینید خرجی که اون داره، پولی که اون میخواد، خیلی راحت تره که من بیام این اصلا فارسیش خودم بگم. خب بیام بگو بکنم اول گفتم بیام بگو خود این همون چیزی که میتونی میذاری خبرهایی که حالا سیزانو میتونی شما برید اونو بذار اینجا یه رو در مورد یکی دوتا خبری صحبت کنم. ببین تو مثلا بعضی ها میرن میبینن که مثلا بعضی ویدیو میذارن انگلیسی مثلا با زیرنویس فارسی، نگاه نمیکنن این ویدیو مثلا یه دقیقه دو دقیقه بوده، همون یه دقیقه دو دقیقهش هم کلی خرج داره. بعد مثلا میگن آرمی بیا ویدیوهای 15 10 دقیقه 15 دقیقه تو همش توش مثلا فارسی بذار. مگه من رو گنج نشستم؟ من از کجا چه جوری نمیتونی اصلا ویدیو جدا درست کنی تو لایو؟ نه یه ده دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه وقت بذاری دیگه، از ویدیو رو بذاری اصلا خود دوش فارسی صحبت کنی بذاری روی مثلا کانال نه که تو برنامه لایو بذاری. خب ببین من الان دارم بذاری فقط بش خرج هم نداره دیگه صحبت میکنی. خب من الان این کار گفتگو با آرمین که گذاشتم دارم تقریبا مثل همینه، ولی کسی که داره میاد بالا با هم صحبت میکنه تعیین میکنه که موضوع چی باشه. همینه من برای همین گفتم یه رو 20 دقیقه شو اختصاص بدی به اون که منظور که مثل اون آموزش یه سری مبانی باشه دیگه، میدونی مثلا باشه. در مورد مثلا کلمه دست زبان مثلا هفته دقیقه در مورد تاثیر زبان روی مثلا ایده اتحاد صحبت کردیم، خب خوبه، ولی چیز آموزشی به اون صورت توش نیست. اینکه نظرات رو شیر بشه خوبه، بدون مثلا بیا یک وقت در مورد مثلا فلان حرکتی که فلان انجام شده هم بگی خوبه، یه چیز آموزشی توش باشه اصلا. خب ببین من یک کاری که از خودم تصمیم گرفتم بگو این خوبه یا نه. خب من یه سری کورسای را هر روز برمیدارم رو آنلاین، خب که بزرگترین مثلا یکی چند تا از بهترین استادای مثلا هاروارد و آکسفورد و اینا یه در آنلاین یه کلاسایی هست میذارن در مورد تاریخ، در مورد فلسفه، در مورد منطق، در مورد علم. من هر روز تقریبا نصف روزم کارم اینه که مثلا این کلاس ها رو بردارم. خب من نوت های این کلاس ها رو من تصمیم گرفته بودم مثلا چیزایی که فکر میکنم برای برنامه فارسی خیلی مهمه، مثلا اگه یه کسی بیاد مثلا تاریخ مثلا انقلابای این خیلی بر توی لیست کورسام هم هست که اینو بردارم، تمام انقلابای جهان رو یکی یکی هر کدومش رو یه لکچر کرده. مثلا گفتم این مثلا تاریخ انقلابای جهان اگه مثلا من فارسیشو بیام توضیح بدم چقدر این مثلا ممکنه پرکاربرد بشه برای کسی که مثلا براندازن. خب یا یعنی اینکه مثلا توضیح مثلا فلسفه جان لاک، خب مثلا یوتیلیتریانیسم مثلا چی هست و این چیزا. خب من بعضی از اون کلاسایی که برمیدارم که به نظرم خیلی مفیده کسایی که اینا رو درس میدن واقعا بهترین استادای جهان هستن خیلی هاشون. خب من میتونم بیام این متن این نوتارشو خلاصه‌شو برم پول بدم یه کسی بیا ترجمه فارسیشو بکنه، هم من انگلیسیشو مطالعه کنم هم فارسیشو مطالعه کنم که مثلا کلمه‌های فارسیش هم خوب بشناسم. بعد مثلا قبل از اینکه برنامه گفتگو با آرمین اون مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه اولش من اون چیز رو که یاد گرفتم و بیام خلاصه‌شو اول بگم کی هست که مثلا این حرف من نیست، این حرف فلان استاده که مردم بیان جدی بگیرن، این فلان کی هست، کجا درس خونده، چرا باید جد مثلا نمیام که مثلا حرفش حتما درسته به خاطر اینکه فلان استاده، ولی مثلا آرمین فقط نیست داره این حرف میزنه، این حرف فلان کسه. خب
و بعد بیام ترجمه خلاصه فارسیشو هر دفعه مثلا هر کدوم از برنامه‌های گفتگو آرمینو من پول میدم یکی ترجمه کنه، خلاصه کنه، فارسیش کنه و من میام تو به عنوان یه لکچر اول برنامه قبل از اینکه هر کسی رو بیارم بالا رو یه توضیح کوچیک بدم. نظرت چیه این کار؟ کار خوبی اتفاقا، کورسی که میری رو در واقع چکیلش رو بچه هم در جریانش باشه، مثل اینکه حالا همه توی کورس شرکت کردن دیگه، خیلی خوبه. فقط از پایه شروع کن، از بازش شروع نکن، از یه جایی شروع کن که مثلا دیگه همه بتونم چیز کنم متوجه بشن، خیلی یه حرفه‌ای شروع نکن. آره. بعد یه سوالی هم مثلا کنم، خیلی دارم اون برنامه هایی که اثبات عدم وجود خدا اینا بود، این چی شد اصلا؟ خط شد فکر کنم بر آخرین برنامهش اومد. بابک با اون شخص در تماسه، از بابک بپرس. من تو کانال چون جدیدن ندیدم باز بار اضافه بشه، چون اضافه بشه از بابک بپرس، بابک با اون شخص در تماس، من در تماس نیستم. من که خیلی لذت بردم از اون برنامه، خیلی عالی بود. آره خیلی خوب بود برنامهش، واقعا عالی بود، چیزش خیلی جالبی بود به نظر من. آخرین ویدیو رو که دیدم به نظر میرسد آخر بحث بود، ولی آخرش که داره تمومش نکرد. حالا اونجایی که من دیدم ادامه داشت، همچنان قرار بود که ادامه بداشته باشه ولی تمام نشده بود. حالا این شاید با بابک از بابک بپرس. آره بابک هم باید بابک هم تشکر بکنیم، خیلی کار میکنه خودش. خیلی هم بابک یاسر و افشین افشین خسته شده بعد افشین تمام این ویدیوهایی که کلیپ داره میشه آخر این برنامه رو که تیکه تیکه میکنه میذاره، افشین همش از خودش هم نمیاد بالا، باید بیاد بالا هر چنگایی. آره نمیاد، نمیدونم، همیشه خسته است بنده خودم. من یه ساعت دیگه هم گذاشتم، من دیگه الان هفته ای سه بار دارم برنامه لایو میذارم دیگه چیکار کنم؟ درسته. آره خوبه، شده برنامات کلا خوبه. فقط یه ذره چیز کن دیگه، کتابا رو میکنه معرفی کن یه ذره سر کتابا. یه برنامه داشتی رو گوشید، اصطلاحات مقالطات فارسی بود، میگفت یه نرم افزار فارسی است، توی یکی از جلسه های پرسش پاسخ سکولار جهاتیست معرفی کرده بودی. نه وبسایت بود، وبسایت بود یا نرم افزار بود؟ این نرم افزار فکر کنم وبسایت بود. کورسم روی اپ روی نمیدونم بس که نمیدونم، چون من هم کورس برای این برداشتم هم یه وبسایت فارسی بود. نه ها، نه اون چیزی که من نشون دادم توی آخر سکلو جهادیست، نه اون یه یوتیوب کانال یوتیوب بود، کانال یوتیوب بود. آره یه کانال یوتیوب بود، نرم افزاره یادم نیست. نه تاریخ اون تاریخ فلسفه بود به زبان فارسی که هنوزم اتفاقا من نگاهش نکردم، برای اینکه من انگلیسی برنامه انگلیسی هنوز خیلی لیه. اونو من برخواهم داشت برای اینکه لغت‌های دونستن لغت‌های فارسی به مقدار قوی تر بشه، نه به خاطر اینکه فلسفه یاد بگیرم، برای اینکه دیدم حسابی مثلا کلمه های فلسفی و اینا رو داره به فارسی استفاده میکنه، گفتم من اگه اینو نگاه کنم یه مقدار قدرت هم خیلی خوبه. خیلی تخصصیه، نمیشه کلمه به کلمه ترجمه کرد. مثلا همون مغلطه استرومن رو من خیلی وقت فکر میکردم میشه مغلطه مثلا مترسک، بعد توی یکی از برنامه های سلیمانی امیری دیدم گفت پهلوان پنبه، مثلا تازه فهمیدم که این اصطلاح تخصصی میشه پهلوان پنبه، نمیدونم کلماتی که داخل ببینید. آخرش هم یه پیشنهاد دارم برای بچه ها، تیم افشین کار خودش هست، کتابی صوتی رو از دست ندین، چون من تو اونجایی که من دارم میبینم همه حداقل روزی نیم ساعت یک ساعت حتی بیشتر بین خونه و محل کار، خونه و دانشگاه، بلاد میرم بیرون میچرخم، وقت دارم پشت فرمان تو مترو تو تاکسی، خیلی راحت میتونم از این تایم استفاده کنم. کتاب صوتی رو گوش کنم، خیلی خوبه. خیلی هم زیاده، کتاب صوتی خیلی زیاده، هم تو یوتیوب هست هم تو تلگرام هست. این تایم یک میشه استفاده کرد به نظر من. حالا میشه من خیلی دوست دارم بابا کتاب فارس کتاب منو اونو بابک باید دیگه صداش خیلی خوبه فارسیش کنه. کتاب صوتی فارسی من چقدر عالی میشه اگه یه روزی بابک بیاد اینو فارسی بخونه. من چه میذاریم به فارسی لینکش هست؟ بله ترجمه شده، ما لینکش هست تو سایت نبود، تو سایت آرتس ریپابلیک نبود، من تو لینک توی همه ویدیوها پایین هست، برید نگاه کنید. پایین هست من ندیدم اصلا. نه کتاب من فارسیش هست، یه روزم بابک اینو فارسیش میکنه، امیدوارم صوتی.
مرسی ممنون. یه وقت تو نمیگم فلان شد. مرسی قاسم جان. خدا حافظ. خب من دیگه برم دیگه، من 2 ساعت شد.